روز و عرض و ادب دارم خدمت تمام دوستانی که با ما در کلاب هاوس هستند و دوستانی که بعدا ویدیوی ما را یا صدای ما را از یوتیوب شنونده می باشند. دوستان عزیز، برنامه امروز ما تحت عنوان ایران و افغانستان بهشت پیدوفیل های مسلمان جهان. امروز در این باره صحبت خواهیم کرد با دوستان مسلمانی که با ما می پیوندند. اول یک موزیکی در نظر گرفتیم، از موریجان خواهش میکنیم که موزیکی که پخش کنند. البته به خاطر کپی رایتی که در موزیک است در یوتیوب نمیتونیم موزیک پخش کنیم، پس موریجان مایک خدمت شما و موزیکی که در کلاب هاوس قرار است پخش کنین پخش شود. سپاس. سپاسگزارم پویا جان. موزیک هم پلی شد، دوستانم پیوستند. اگر به نوعی خودتون صلاح میدونید اتاق رو شروع کنیم. بفرمایید موری جان. شای عزیز، موری جان قبل اینکه روم رو شروع کنیم یه بک‌گراندی اگه میشه بنده بخونم این تحقیق و این مقاله رو، 4-5 خط بیشتر نیست. مجید جان شما حتما شما پیش زمینه بفرمایید. نخواستم فقط به دوستان عرض بکنم که این علامت به اضافه اون پایین رو بزنید و پین حد اکثری بکنید. لازم نیست که حالا دوستانی که حتی آنلاین نیستن هم نزنید روی عکسشون، حتما بزنید همه رو، برای اینکه این روم میاد توی تایملاین قرار میگیره. بله ممنونم مجید عزیز. حتما در جریان هستید که بنابر اطلاعاتی که به بیرون درس کرده، 791 کودک از مادران 10 تا 14 سال در 6 ماه اول امسال به دنیا آمدن. اما بریم ببینیم آمار طلاق کودکان از این لحاظ چه است. بنابر آمار مرکز آمار ایران، در بهار 1400 طلاق 172 دختر بچه 10 تا 14 ساله ثبت شده است. به جز آنها 3044 دختر و 147 پسر 15 تا 19 ساله هم در همین بازه طلاق گرفتند. این آمار در قیاس با بهار پارسال برای دختران افزایش و برای پسران کاهش داشته است. آماری که نشان از پدیده کودک مطلقه دارد. یک جامعه شناس به روزنامه آرمان ملی چاپ تهران که گزارشی را در این زمینه منتشر کرده گفته است کودک همسری دیگر حالا پدیده نیست و به یک موضوع عادی در بسیار از شهرها تبدیل شده است. آماری که از ازدواج کودکان در بهار امسال منتشر شده است نشان می‌دهد که 9753 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند که از آمار مربوط به 3 سال گذشته بسیار بیشتر است. شمار ولادت‌های ثبت شده در آمار ما نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال 1400 747 ولادت برای مادرانی که زمان ثبت تولد فرزند خود 10 تا 14 سال سن داشتند به ثبت رسیده که از این تعداد 2 ولادت به مادران 10 ساله، 7 ولادت به مادران 11 ساله، 20 ولادت به مادران 12 ساله، 120 ولادت به مادران 13 ساله و 598 ولادت مربوط به مادران 14 ساله. سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران. اگر که اجازه بدید من فقط خواستم دوباره عرض بکنم که دوستانی که همراه هستن پینگ بکنید همراهاتون، همراهان دیگرتون رو. من فکر میکنم که بحث سازنده ای هست و این آمار رو که شاه عزیز میخوندی دوست داشتم اگر میشد سر به بیابان بگذارم فریاد کشان فقط برم تا محو بشم. یعنی اگر غیرتی در وجود ما ایرانی ها هست نباید ساکت بشینیم. اگر غیرتی در وجود افغانستانی ها هست نباید این ظلم رو به کودکان ببینند و عکس العملی نشان ندهند و بعد از اون حتی این رو مقدس هم بشمارند که این سنت نبی است. دو جنبه داره این قضیه‌ای که شما آمارش رو اعلام کردید. یک قضیه داستان شرعی و فقهی اون هست که در 1400 سال پیش رقم خورده، یک رقم اون در ایران و افغانستان امروز ما هست که به شکل مدرن این کار رو قانونی کردن
البته پویا جان فکر میکنم بهتر میتونن کمک بکنن چون من از قانون اساسی افغانستان اطلاع ندارم، اما میدونم در قانون اساسی جمهوری اسلامی سن ازدواج کودک 13 سال هست متاسفانه برای بانوان یا دختران ما، و این قضیه حتی در سنهای پایین تر به اذن پدر و اجازه قاضی القضات میتونه شکل بگیره. یعنی حتی اگر کودکی زیر 13 سال هست و اراده‌ای بابت این قضیه نداره که ازدواج بکنه، به اذن پدر و قاضی میتونن این دختر رو در واقع به مهریه معلوم به فروش بگذارن. این بسیار بسیار دردناک است. من حتما از ماری عزیز میخوام که یک مقداری برگرده به صدر اسلام و بعد دوباره آمار رو اینجا میتونیم قسمت‌هایش رو مرور بکنیم که وقتی در بین کودکان 10 تا 14 سال صحبت میکنیم چند درصد اینها زیر 13 سال هستن. یعنی حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دور زده شده تو این قضیه و همیشه میدونیم که یک کلاهای شرعی وجود داره که بتونن قانون رو دور بزنن. پویا جان شما اطلاع داری از قانون اساسی افغانستان در حالت مدرنش سن ازدواج بانوان یا دخترکان ما چقدر هست؟ درود خدمت همه دوستان. بله مجی جان، از البته در 20 سال آخر که دموکراتی ما داشتیم در افغانستان سن قانونی برای یک بزرگسال 18 سال بود، یعنی زیر 18 سال کودک حساب میشد، ولی متاسفانه کودک همسری همچنان زیاد بود در افغانستان چون از دیدگاه اسلام مشکل نداره. دیدگاه اسلام وقت پسر و دختر بالغ میشن، چی در سن 9 سالگی باشن چی در سن 12 و 13 میتونن ازدواج کنن، ولی قوانینی که در افغانستان درست شده بود متاسفانه که اجرا نمیشد. و امروز هم که طالبان هستن، شریعت اسلامی هست، هیچ قوانینی در این مورد نیست، تنها قوانین اسلامی احادیث و آیات قرآن. سپاس. البته کاملا برای من مشهود بود که حتی اگر سن ازدواج رو اجباری 25 سال هم بذارن، آقایون عظما راهی پیدا میکنن که این رو دور بزنن. همونطور که عرض کردم در ایران وقتی ازدواجی به ثبت میرسه در دفترخانه ای، یعنی این ازدواج رسمی هست، و عرض کردم به چه شکلی میشه این قوانین رو دور زد که با اذن پدر و اجازه قاضی القضات این عقد صورت میگیره متاسفانه و به شکل قانونمندی انجام میشه، چرا که میدونم بسیاری از این مراسم های ازدواج که شکل میگیره تنها به دلیل فقر خانواده هست. در ایران میدونید که وضع اقتصادی به چه شکل هست، با تورم 40% 42%، خط فقر بالای 9 میلیون تومان 10 میلیون تومان، و کارگری که حقوقش در بهترین حالت 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون هست با کار اضافه ای که خواهد کرد، 60% این درآمد رو بابت اجاره خانه میده، 3 یا 4 سال عائله هم که داشته باشه، شما خودتون ببینید که این خانواده به چه شکلی باید زندگی بکنه. و وقتی صحبتی از یک وام ازدواج به میون میاد، متاسفانه این افراد تهیدست تن میدن به این خفت که فرزند خودشون رو در خردسالی و عقد کسی در بیارن که برای اینکه از بحث شیربها استفاده بکنن، بحث مهریه استفاده بکنن و بحث اون وام ازدواجی که تعلق میگیره. جای تأسف داره واقعا وقتی اینها رو صحبت میکنم، فقط درد وجودم رو میگیره، بسیار بسیار دردناک هست. میدونم که پویای عزیزم کمک میکنه به من بگو 130 هزار افغانی چقدر میشه به پول رایج مثلا دلار یا یورو، اگر که به من کمک بکنی برای اینکه در بفهمید پویا جان. بله فکر کنم حدوداً 2000 دلار میشه 30000 افغانی، حدوداً 2000. خیلی متشکرم. میدونم که این اتفاق رو دوستان میتونن بعداً در شبکه‌های مجازی سرچ بکنن. مادری رو میدیدم که این رو در ایران اینترنشنال دیدم متاسفانه، و شبکه‌ای هست که بعید میدونم برای این قضیه بخواد دروغی ساخته باشه.
مادری بود با 4 فرزند و دختر بزرگش که 13 ساله بود رو قیمت گذاری کرده بود برای 130,000 افغانی متاسفانه، و خودش هم میگفت چاره ای ندارم، باید این کار رو بکنم تا شکم 3 فرزند دیگر رو بتونم سیر بکنم و به جایی برسونم. خودم در واقع زنی تنها هستم که به قول عامه کلفتی میکرد، رخچویی میکرد، تمیز میکرد خونه دیگران رو، قرصنانی میآورد براشون، ولی دیگه طاقتش تاق شده بود و این کار رو انجام میخواست بده که قیمت گذاری کرده بود طفل 13 ساله ای رو به 130,000 افغانی. تو اگر شرف داری مسلمان، تو اگر انسانی مسلمان، بعید میدونم. پویای عزیزم سپاسگزارم از اینکه هستی. شاه عزیزم خواهش میکنم به همراه موری کمی به داستانهای صدر اسلام بپردازید و از کجا این قانون متاسفانه ضد بشری، کودک آزار شکل گرفت و حتی شکل مقدسی به خودش گرفت تا امروز دخترکان سرزمین ما هنوز وارثان این درد بزرگ باشن. بفرمایید چای عزیز، شما بفرمایید بعد موری صحبت کنم. بله، چون میدونم موری جان به صدر اسلام میپردازه، من میخوام صدها سال برگردم به قبلتر از اسلام. ما بزدل نیستیم مثل مدیریتورای اون رومی که نذاشتن موری صحبت کنه، یا قبل اینکه بانو سوان صحبت کنه رومشون رو از ترس و لرز بستند. ما بزدل نیستیم که بترسیم از بیان حقیقت. اگر می ترسیدیم از بیان حقیقت و جنگیدن با این ایدئولوژی پدوفیلی و تروریستی، هیچ وقت کارمون رو شروع نمی کردیم و مطمئنم بقیه دوستان مدیریتور هم به همین عقیده هستن. اما دوستان عزیز، عمق فاجعه وقتی مشخص میشه که صدها سال قبل از اسلام حداقل سن ازدواج در سرزمین پارس 15 سال بوده. در اوستا مشخصا ذکر شده که دختران و پسران اجازه ندارن ازدواج کنن تا قبل اینکه سنشون به 15 سال برسه. اگه بخوایم بدونیم که چقدر پیشرفته بوده این عقیده، اگه به امپراتوری روم برگردیم، حداقل سن ازدواج برای دختران 12 سال، برای پسران 14 سال. امپراتوری چین سالها قبلتر از امپراتوری روم 20 سال سن ازدواج برای مردان، 15 سال برای دختران. یونان باستان هم همینطور سنها خیلی بالاتر از سن ازدواج در اسلام هستش حداقل. و عمق فاجعه اینجا مشخص میشه که ما 2500 سال بعد از دورانی که حداقل سن ازدواج 15 سال بوده، میبینیم که دختران 9 ساله، 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله مادر میشن و طلاق میگیرند. دوستان، این اگه سقوط آزادی یک جامعه نیست، پس اسمش چیه؟ چطور میشه با این فجایع جنگید؟ چطور میخوایم با این فجایع بجنگید بدون اینکه اصل مشکل رو بیان کنید؟ بدون اینکه با علت این مشکل بجنگید؟ کاملا مشخص دلیل این همه آمار طلاق و کودک همسری و کودک مادری و مطلقه هایی که کودک هستن چی هستش؟ کاملا مشخصه، نیازی به بیان نداره. تنها راه نجات اینه که این ایدئولوژی از بین بره، این ایدئولوژی اسلامی باید از بین بره و راهی برای تغییرش نیست. مارک در میکنم که موری جان میخواستن ورود به بحث داشته باشن. موری جان خودت هم مقدمی از اون روم بگو و اینکه نظر شخصی خودت در رابطه با این موضوع و مباحث تاریخیش. خب درود به همه عزیزانی که در اتاق حضور دارن، پویای گرامی، شاه، مجید و همه دوستان دیگری که در اتاق حضور دارن. ببینید، ما ابتداعا باید بپردازیم به موضوع
زنان در جامعه قبل از اسلام و ببینیم که این زنان در جامعه قبل از اسلام چه جایگاهی داشتند که رسیدند به جایگاه اسلامی. در قبل از اسلام زنان نقش ویژه‌ای رو در جامعه عرب قبل از اسلام ایفا می‌کردند و حتی افراد بزرگی از میان خود اعراب هیچ گونه ابایی نداشتند که به نوعی اسم خودشون رو از مادر خودشون بگیرند. افراد بزرگی بودند مثل عمرو ابن منذر که معروف بوده به عمرو ابن هند و پوزش میخوام، و همچنین ما میبینیم در بین افرادی که شاعر بودند اینها چگونه به مادر خودشون که همان زن، همان دختر در جامعه عربی هست قبل از اسلام ارج می‌گذاشتند. افرادی همچون کلبی برای مادران خودش، برای مادر خودش شعر می‌گفته. کسی مثل ثابت ابن اوس قبل از اسلام برای مادر خودش شعر گفته و این زنان به عنوان یک همسر جایگاه بسیار شایسته ای رو داشتن در جامعه ای که دوستان عزیز مسلمان اسمش رو میگذارن جامعه جاهلی. و این زنان چه در زمان صلح و چه در زمان به نوعی جنگ نقش بسیار ویژه ای رو ایفا میکردن که ما میتونیم نمونه هاش رو در تاریخ ببینیم. افرادی بودن که حتی، یعنی زنانی بودن که حتی بعد از مرگ همسران خودشون حاضر نمی شدن که ازدواج بکنند. این به ما این رو نشون میده که در جامعه عرب قبل از اسلام یک عشق و عاطفه ای وجود داشته که منجر می شده به سکس. اما در دین مبین اسلام قضیه کاملا برعکس شد. برخلاف آن چیزی که در جامعه قبل از اسلام بوده، در جامعه اسلامی زن فقط به عنوان یک ابزار، یک دستگاه برای رفع شهوات مرد شناخته میشه و دانسته میشه و انقدر این شهوات مشمئز کننده است که بحث رو میکشانه به جایی که حتی پای کودکان دختر هم به این موضوع شهوانی باز میشه. که ما در دین عزیز اسلام شخصی بزرگتر از خود رسول بزرگوار اسلام نداریم. که من در اتاقی که یک آخوند فرق نمی کنه، حکومتی باشه یا غیر حکومتی، آخوند مغز جامعه رو به فساد می کشه، چه حکومتی باشه چه غیر حکومتی. از این رویه که ما هیچ گونه آخوند خوبی نداریم و هیچ گونه آخوند براندازی نداریم در جامعه ایران. در جامعه افغانستان ما هیچ گونه آخوند خوبی نداریم و هیچ گونه آخوندی نداریم که بخواد بایسته برای آزادی جامعه افغانستان، یا همچنین ملا یا مفتی که فکر نمی کنم داشته باشه افغانستان. این افراد رو شما باید با یک پرسش بشناسید: بین ایران یا افغانستان، بین ایران و افغانستان یا اسلام کدام رو انتخاب میکنید؟ تمامی این افرادی که در این کلاب هاوس حضور دارند اینها به نوعی جیبشون به رژیم اسلامی حاکم بر ایران وصله. چه اینهایی که به نوعی از حکومت اسلامی افغانستان به نوعی طرفداری میکنن، چه آنهایی که از حکومت اسلامی ایران طرفداری میکنن.
اینا همشون جیبشون وصل به رژیم اسلامی. اینها برای اینکه بتونن جیبشون رو پر بکنن باید اذهان جامعه رو به قهقرا ببرن. یکی از این راهاشون اینه که مادران جامعه رو که به نوعی پایه‌ریز اندیشه هستن در جامعه، اینها رو نادان ناآگاه بار بیارند. چگونه یک مادر میتواند ناآگاه و نادان بار بیاید؟ مادری که از کسب دانش به نوعی دور نگه داشته شده، یک سری مسائل براش تابو محسوب میشه و مادری که به نوعی چه در جامعه افغانستان چه در جامعه ایران نصف یک مرد محسوب میشه. و همچنین این مادر قبل از اینکه مادر بشود، وقتی که یک دختر با بوده، پدرش صاحب این دختر بوده و این پدر تصمیم گرفته برای آن دختر که آن دخترش به ازدواج و نکاح یک مرد به نوعی چه بگم 50 ساله، پیر بگم به 50 ساله، شاید به بعضی از افرادی که در سنین 50 سالگی هستن بر بخوره، اما به یک فرد 50 ساله 60 ساله به ازدواج و نکاحش در بیاد، که ما این رو میبینیم در دین مبین اسلام. رسول بزرگوار اسلام این عمل رو مرتکب شده که یک عمل شنیعه و این عمل باعث میشه که در اون دختر یک سری اختلالات روانی به وجود بیاد، که ای کاش بانو میترا اینجا بودن و این موضوع رو با شرح و بسط بیشتر توضیح میدادن. وقتی خود رسول بزرگوار اسلام یک همچین عملی رو مرتکب شده و شخصی همچون ابن سعد که ما برای شناخت صحابه و تابعین و اتباعشون باید رجوع بکنیم به کتبش، به ویژه کتاب طبقاتش، این موضوع رو روش صحه گذاشتن و افراد دیگری که در بین اهل سنت اونها رو به عنوان افراد برجسته ای میشناسن، تا اونجایی که 6 تا کتابشون رو به عنوان 6 کتاب صحیح به دیگران معرفی میکنن، اینها همگی آوردند که رسول بزرگوار اسلام در سن 6 سالگی با یک دختر در سن 6 سالگی ازدواج میکنه. که من الان از طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 57 براتون میخونم که اینگونه آمده: رسول خدا، منظور اینجا عایشه است، مرا به همسری برگزید و من در آن هنگام با دخترکان بازی میکردم و نفهمیدم که پیامبر مرا به همسری برگزیده است. خب مشخصه که یک دختر 6 ساله نمیتواند متوجه بشه. یک دختر 6 ساله هیچ گونه شناختی از امورات ازدواج نداره. و ادامه میده: و من در آن هنگام با دخترکان بازی میکردم و نفهمیدم که پیامبر مرا به همسری برگزیده است، تا آنکه مادرم مرا گرفت و در خانه نگه داشت و اجازه بیرون رفتن به من نداد و اندیشم گذشت که من دارای همسر شده ام، ولی از مادرم نپرسیدم و او بود که مرا آگاه کرد. یعنی ببینید، یک دختر بچه معصومی که هیچ اطلاعی نداشته در پیرامونش چه حوادثی در حال وقوعه. حالا یک روایت دیگه از همون صفحه براتون میخونم که نشان میده این دخترک بینوا چند ساله بوده. اینگونه آورده:
شنیدم عایشه میگفت پیامبر در ماه شوال سال دهم بعثت و 3 سال پیش از هر هجرت مرا که 6 ساله بودم به همسری برگزید و پیامبر هجرت فرمود و به روز دوشنبه 12 ربیع الاول وارد مدینه شد و در ماه شوال همان سال که 8 ماه هجرت بود با من زفاف فرمود و در آن هنگام 9 ساله بودم. این موضوع رو فقط ابن سعد نمیاره، این موضوع رو عباس قومی در منتهی الآمال خود جلد 1 صفحه 80 هم میاره. نسائی هم در سنن خودش روایت های 3378 و 3379 این موضوع رو آورده. اشعث سجستانی در سنن خودش سنن ابی داود روایت 2131 موضوع رو آورده. در سنن ابن ماجه روایت های 1876 1877 این موضوع بهش اشاره شده. در بحرالانوار جلد 22 صفحه 202 و 191 به این موضوع اشاره شده. بخاری در روایت 3896 به این موضوع اشاره کرده. مسلم هم این موضوع رو در 1422 آورده، روایت 1422. خب تمامی این روایت ها دروغ، تمامی این روایت ها دروغ. دوست عزیز عمامه بسر، که چه بگم بهت، بگم دوست و دشمن منی، دشمن ایران و افغانستانی، با آیه 4 سوره طلاق چه کار میخوای بکنی که میگه اگر در تردید هستید از میان زنانتان آنهایی که از حیض مأیوس شده و آنهایی که هنوز حیض نشده اند عدهشان 3 ماه است. چه دختری چه زنی از حیض هنوز حیض رو ندیده؟ مسلما اون دختر دخترک بینواییه که 4-5 سال 6-7 سال سنشه که هنوز عادت ماهانه رو ندیده، مسلما همون دختره. با قرآنت، با کلام الله چه میخوای بکنی که سازگار نیست با قوانین امروزی بشری؟ یک موضوعی در اون اتاق عنوان شد که خیلی جالبه، این موضوع رو هم میگم، میدونم وقت دوستان رو بسیار گرفته، اما این هم خیلی جالبه که این آخوند دوزاری اومد حوزه علمیه رو با دانشگاه مقایسه کرد، گفت چرا دانشجویان باید از یک سری به نوعی امکانات بهره‌مند بشن که در حوزه علمیه امکانات وجود نداره. اولا که ما میدونیم دوستان عزیزی که خائنین عزیزی که دارن تلاش میکنن برای به قهقرا بردن اذهان مردم دارن پول میگیرن برای این امر. دوما ما میدونیم شما دارید پول میگیرید که بیایید بگید به فرض مثال در اصول کافی جلد 6 صفحه 372 کلینی از ابی عبدالله نقل کرده که اگه هویج بخورید کلیاتون گرم میشه و آلت تناسلی مرد بلند میشه و در عمل زناشویی بهتون کمک میکنه. در حوزه علمیه شما اینها رو یاد میگیرید، اما در دانشگاه آخوند عمامه به سر دشمن ایران و ایرانی و افغانستان و افغانستانی، علم اون چیزی که شما ازش میترسید آموزش داده میشه، آن چیزی که کلام اللهتون رو زیر سوال برده چه برسه به سنتش که شاش شترخوریه، ازدواج با کودک 6-7 ساله است. در دانشگاه اینها تدریس میشه، همون جایی که امام 13 برگشت گفت آنجا که دانشگاه باشه دشمن ماست، مرکز فساده. فرقش در اینه آخوند عمامه به سر که دشمن ایران و ایرانی، افغانستان و افغانستانی هستی. سپاسگزارم، میدونم خیلی صحبت کردم، پوزش میخوام از همه دوست. سپاس ماری جان، نه صحبتات کاملا به جا بود و درخواست فکر میکنم هم من هم بسیاری از دوستان دیگه هم بود که
شکافته بشه این داستان، چون عرض کردم دو بحث داره این داستان تاپیک ما، یکی برمیگرده به صدر اسلام و یکی برمیگرده به قوانینی که وضع شده در جمهوری اسلامی و امروز افغانستان که به راحتی دور زده میشه و کودک همسری به شکل قانونی انجام میشه. نیت ما این که این رو بهشت مسلمانان پدوفیل دنیا میدونیم ایران و افغانستان رو، این هست که شما در تمام دنیا این کار رو انجام بدی جرم هست، اما در ایران و افغانستان ثوابی دارد که مگو و مپرس. شاه عزیز بفرمید، شما مایک زدید. بله مجید جان، موری عزیز ممنونم ازت، خیلی کامل توضیح دادی عزیز. اما قبل اینکه دو سه تا چیز رو بیان کنم، یکی از مدیریتورهای روم قبلی در آدینس هستش، Others in the Room، اسمشون رو نمیگم، این وایسشون میکنم بالا، میتونن هر زمانی که صلاح میدونن جوین شن صحبت کنن، نیاز میبینم که صحبت کنن، چون اتفاقی که در اون روم افتاد نه اخلاقی بود نه انسانی بود، نه ایران دوستان اون کار رو انجام میدن که یک آخوند، یک ملا به قول موری جان یا آخوند دو هزاری بیاد مقایسه کنه دانشگاه و حوزه علمیه رو و از کودک همسری دفاع کنن. موری عزیز، ممکنه مسلمانان مغلطه کنن در رابطه با سوره طلاق آیه 4، بگن که نه این در مورد دختران جوان نیست، در مورد زنانیه که حیض نمیشن. ببینیم میشن نزول آیه چی میگه. ابن ابی بن کعب میگوید معاذ از رسول خدا صلی الله سوال کرد که عده زنان در سوره بقره واضح گردیده، بنابراین عده زنانی که حیض نمی شون و نیز دخترانی که کوچک بوده و حیض نمی گردن چیست که سپس آیه نازل گردید. شأن کاملا صریحا در مورد دختران جوانیه که سنشون هنوز به سن حیض یا بلوغ نرسیده. اما دوستان، همه می دونیم که عادت ماهیانه شروع پروسه بلوغ هستش، نه انتهای پروسه بلوغ. در واقع قسمتی از مغز به نام پریفرانتال کورتکس در سن 25 سالگی تکمیل میشه، کامل میشه در همه انسان ها، و این قسمت از مغز وظیفه تصمیم گیری داره، یعنی باعث تصمیم گیری قسمتی از مغزه که انسان برای تصمیم گیری از اون استفاده میکنه. یک شرایط بسیار کثیفی هستش به نام VVF که خیلی در حال شیوعه در ایران و مطمئناً در افغانستان الان بعد از طالبان، در شمال آفریقا، در خیلی از کشورهای اسلامی، که رگ‌های خونی بین رحم و دیوارهای واژن میترکه و خونریزی‌های بدون استاپ به وقوع میپیونده، حتی باعث مرگ میتونه بشه. اصلی ترین دلیل وقوع این شرایط VVF سکس در سنین پایین، وقتی که هنوز بدن دختر قابلیت انجام سکس رو، رابطه جنسی رو نداره. میراث اسلام برای کشورهایی که توسط اسلام غارت گردیدن، ایدئولوژی اسلامی درشون گسترش پیدا کرده، چیزی جز بدبختی و کودک همسری و دیگر مشکلات این دین نیست، که البته این روم جاش نیست که بخوایم در مورد موضوعات دیگر بحث کنیم. تاپیکمون در مورد کودک همسری و پدوفیلی هستش که در کشور اسلامی، مخصوصا دو کشور عزیزمون ایران و افغانستان به وقوع میپیونده. مارک در اختیار شما. سپاس. دوستان عزیز، یک بار دیگه عرض بکنم که صحبتی رو که شاه عزیز خوند در اول روم به عنوان مقدمه، لینکش در بالای تصویر، در واقع بالای سر من و زیر تاپیک قرار داره. اگر که میخواید ملاحظه بکنید، این داستان که من همیشه تکرار میکنم این هست: در روم ما صحبتی بدون رفرنس، بدون ذکر منبع، هرگز
به انتها نمیرسه. من رسالت خودم میدونم به همراه دوستانم که فرقی داشته باشیم با رومهای مالکش. فرق ما هم این هست که حقیقت رو میگوییم و انتخاب با شماست. این رو همیشه داشته باشید از ما به خاطر که هرگز از ما دروغی رو نمیشنوید. اگر صحبتی میشه، اگر موری ما داستانی رو صحبت میکنه، حدیثی رو میخونه، به او فوش ندید، به منی که صحبت میکنم فوش ندید. او فقط راوی یک کتاب تاریخی است. یا شاه عزیز که صحبت میکنه الان در مورد بیماری شایعی که صحبت کرد، ایشون تخصص داره، ایشون با ذکر منبع میتونه برای شما این مسائل رو باز بکنه. اگر که دوستان موافق باشند، الان 3 تا از دوستان هستند. میدونم خیبر عزیز برای من در بک چنل نوشت و سوالاتی داشت، حتما به ایشون میایم، ولی قبل از آقای خیبر مجیب هست. خواهش میکنم مجیب جان در 3 دقیقه صحبت بکن که بتونه بحث بچرخه بین دوستان دیگه. مجیب میتونی صحبت کنی؟ بله. خیلی خوش اومدی، خواهش میکنم در 3 دقیقه صحبتاتو داشته باش. بله. تشکر، درود از شما که اجازه حرف میدین، درود به تمام دوستان عزیز که در روم هستن. البته ما با حرفهای تمام دوستان موافقم، آقای شای عزیز و دیگه دوستانی که در باره یک دینی که از نظر من دین خشن، دینی زنستیز، انسانستیز که متاسفانه سالهای زیادی است که در سرزمین ما حاکم است و مردمان ما را زرنج میده، زجر میدن، دختران ما آزادی ندارن، زنان ما آزادی ندارن. این خیلی قابل تأثیر است، واقعیت هست. من میخواستم خیلی کوتاه حقوق زنان در چارچوب اسلام، قوانین اسلامی را از جایگاه قرآن شناسی براتان بخوانم. البته نه حدیث نه، بلکه آیت های قرآن است، خیلی کوتاه. فرض میکنم زنها رو بزنید، سوره نساء آیه 24، نمیخوام بزیاد تشریح بدم. مرد بالاتر از زن است، سوره بقره آیه 228. در خانه حبسشان کنید، سوره نساء آیه 15. حجاب کنید، آیه نور سوره 31. شهادت زن، 2 زن برابر 1 مرد است، بقره آیه 282. سهم ارث دختر نصف پسر است، سوره نساء آیه 11. مرد میتواند 4 تا زن بگیره، سوره نساء آیه 2. میبخشید آیه 3. تجاوز به زنان شوهردار حرام است، به جز اونایی که غنیمت گرفتین، یعنی به کنیزها، سوره نساء آیه 24. زن خودت بعد 3 طلاق کردن باید بدی، یعنی به این معنا که دیگه باش سکس کنی تا با دوباره بتونی زن دیگر بگیری، بقره آیه 33. برادر از خواهر کامل ارث میبره، ولی خواهر از برادر نصف ارث میبره، سوره نساء آیه 174. موجب جنبندی بکن. خب جنبندی، اینها اما آیه یک کتابی به اسلام مقدس هم آیه را، نه حدیث، یعنی کتابی که مقدس شما همه این رو ببینید، زن ستیزی، انسان ستیزی، اپارتاید جنسی. پس از این دین و مذهب چی توقع داریم ما که که زنان در زیری یوغ این دین آرام و آسان بتونن زندگی کنند؟ من تجربه های بدی از افغانستان دارم که در افغانستان واقعا زن بودن خیلی خیلی مشکل است، دختر بودن خیلی مشکل است. اصلا زنان و دختران هیچ حق و از پایین ترین، از ابتدا ترین حقوق خود برخوردار نیستن. اینا همش متاسفانه از همین دینی مبین اسلام، به اسلام مبین اسلام سرچشمه میگیرن. ما باید این حقایق را برای همه مسلمانان بکشیم و خصوصا بر جوانان که از این دین را دوباره به سهرهای سوزان عربستان صادرش کنیم، چون این مال ما نیست. من فکر میکنم که این آیات همش با ما حرف میزنه که چقدر این آیات سنستیز هستن.
خب تشکر که من را زیاد وقت دادین. امید است که پرگویی نکرده باشم. خواستم که تنها نظری کوتاه خود را درباره نه مجیب عزیزم. خیلی ممنونم که در جمع ما بودی، بالا اومدی، صحبت کردی. باور بکنید وقتی که ما میبینیم که تنها کسانی نیستیم که داد این کودک همسری و ظلم بانوان رو فریاد میزنیم، انرژی خیلی 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 بیشتری میگیریم. سپاس از شما و درود به شرفت. اگر که میخوای صحبتی بکنی بیشتر، من باز هم میتونم بهت وقت بدم. ولی عرض میکنم دوستان رو یک بار دیگه قانون رو میگم، من 3 دقیقه وقت اولیه رو میدم به هر دوستی، روی مایکش هم نمیام، ولی مثلا 30 ثانیه مونده صحبت تموم بشه یا 3 دقیقه تموم بشه یه تذکر جمع‌بندی میدم. بعد خواهش میکنم که شما مایکتون رو ببندید وقتی که سوال رو داره دوست دیگه ای پاسخ میده. خواهش میکنم شما مایکتون رو باز نکنید، فقط مایک بزنید، من دوباره به شما وقت خواهم داد. خیبر، میدونم که چند تا سوال داشتی، اولینش رو جوابش رو گرفتی که گفتی در کجای قرآن سوره در واقع سن ازدواج آمده، ولی با هم دیگه توافق نداشتیم سر اینایه. خواهش میکنم که خودت توضیح بده. اول حد میزنم که مسلمان هستی، خواهش میکنم توضیح بده سوالاتت رو. فکر میکنم که بتونه بحث بهتری رو شکل بده. دوستان من اینجا با تو در نهایت احترام صحبت خواهم کرد. بله، بسیار تشکر. شب همه دوستا بخیر و امیدوار هستم که بتانم سوالای خود را به صورت دقیقش مطرح بسازم با توجه به اینکه من به دیدگاه ها، آرا، نظریات، برداشت ها و تفسیرهایی که شما ارائه کردین، در کنار از اینکه من مخالفت دارم با اون تفسیرهایی که شما به میل دلتان میایین از دین ارائه میکنین و ایره من فقط منحصر به ذوقیات و علایق شما میبینم و به هیچ وجه نمیتونم او را حقیقت مطلق و حقیقت محض تلقی بکنم. شما میفهمین که تاریخ دین تاریخ مملو از تحویل است، تاریخ مملو از تفسیرهای مختلف است و ای که شما آمدین از آیات تحویل کردین و او خاص منحصر به شما است که او را شما به اصطلاح و هدف را که میخواین به اثبات برسانین یا او غایت که شما دارین در نیت که شما دارین در حقیقت خواستین با این تفسیرها را به اثبات برسانین. من میخوایم بگویم که باز من تاکید میکنم بالای از این اصل بسیار اساسی، یک وقتی که قوانین در یک جامعه ایجاد میشه یا تدوین میشه، مهمترین میار در تدوین قوانین در یک جامعه که دهی با ما هم شما هم به احتمال بسیار زیاد هم نظر هستین و هم سو هستین، نیست که شرایط به عینی و جامعه برای قانونگذار ملاک قانونگذاری است. شما مثلا یک پدیده را 1400 سال پیش داشتین یا یک پدیده را 2000 سال پیش داشتین که به عنوان یک عرف پسندیده در بین مردم رایج بود، ولی این عرف میتونه به مرور زمان از مقبولیتش کاسته شود و به یک مسئله به زشت و ناپسند مبدل شود و دیدگاه ها کاملا عوض شود. من میپذیرم احتمالا شاید مثلا شدت جرایم، من به شما به عنوان مثال مطرح میکنم، شدت جرایم شما میبینین 5000 سال پیش و 4000 سال پیش و 3000 سال پیش چگونه بوده که شکنجه را بالای انسان ها تحمیل میکردن که شکنجه متضاد با کرامت انسانی بود. وقتی که انسان ها به مرور زمان عرصه قانونگذاری را بازتر می سازن، فلاسفه وارد صحنه می شه، آرا و نظریات و مختلف در زمینه جزا و مجرم مطرح می شه، شما می بینین که از شدت مجازات با مرور زمان کاسته می شه و دیدگاه انسان ها دگرگون می شه نسبت به تاریخشان. در مسئله ای که اولا من مخالف از این مسئله هستم و تا هنوز هیچ نص را من تا هنوز نتونستم پیدا بکنم که این نص به صورت واضح و اوریان تاکید کرده باشه که در اینجا سن ازدواج 10، 13، 14، 15، 18 است، ولی فقها جمهور علما ما استناد ما به آرای جمهور علما است و بیشتر شما این یک مسئله رو اینجا مطرح کردین که سن ازدواج در قوانین مدنی افغانستان و در قانون احوال شخصیه چند تعیین شده با اتفاق جمهور علما، یعنی حنفیه، حنابله، شافعی که جمهور علما هستند اتفاق نظر دارن و اجماع است که سن ازدواج باید 18 باشد در
بعد از قرن سوم و چهارم مشاهد به رواج مثلا آرای فقها در جامعه شرقی بودیم، بعد این نصب استنباط میشه و این قانون ایجاد میشه، یک اصل فقهی ایجاد میشه. ولی قبل از او من میپذیرم که شاید یک اصل عرف ناپسند در جامعه عرب در روز زمان وجود داشته باشه و میتونه این عرف ناپسند در قرن 21 هم دامنگیر انسان ها شه و به هیچ وجه این مسئله توجیه پذیر نیست. یعنی من توجیه نمی کنم این مسئله را که گویا من موافق هستم که با کودک همسری، نه ابدا، نه هیچ عقل سری جان مسئله. لطفا یه جنبندی بکن. هستیم. بله. خب اتر از یک مسئله را من به شما بگویم که چون بحثای فلسفی هست که نیازمند و شرح بست بیشتر هست، با اولاز اگر بالای جزیات و کوچکترین مسائل از این ما ناگزیر هستیم و الزامن باید بحث بکنیم. به هر صورتش من میخواییم بگویم که سن ازدواج اولا تعیین نشده و اگر تعیین شده باشه من دانوز قسم یک نسل دانوز سراغ ندارم. من میتونم در جنبندی امیره با شما عرض بکنم ولی توضیح من میتونم بیشتر بکنم. سپاسگزارم، وقت رو مدیریت کردی، تشریف داشته باش. میکروفونت رو هم اگر لطف بکنی خودت ببندی ممنون میشم، چون صدا برگشت میخوره و گوش خراش میشه. من با بسیاری از صحبتهای شما مخالفم، اما به عنوان یک مدراتور سعی میکنم که رعایت عدل بکنم و شما رو میسپارم به دوستان دیگر مدراتور. پویا جان شما بفرمایید، بعد شاه و موری رو هم میشنوید. سپاس مجید عزیز. خب خیبر جان دوباره آمدم در جمع ما امروز. هم من میخواستم که تمام جوابی که برای خیبر عزیز بتوم از سخنان خودشان بتوم در ظرف 10 ثانیه اگر اجازه شما باشه مجید جان. خواهش میکنم عزیزم. یک لحظه پیغمبر اگر می بود خب باید بهتر از شما می بود. تو امروز با یک دختر 60 ساله ازدواج می کنی؟ اگر در سن بلوغ رسیده باشه ازدواج می کنم، چرا نمی کنم؟ 60 ساله که در سن بلوغ باشه یعنی چی عزیز من؟ ایشان آقای خیبر بودن که در برنامه گذشته با دختر 6 ساله میخواستن ازدواج کنن. من دیگه هیچ گفتنی به ایشان ندارم. من با هیچ پدافیلی مصاحبت نمیکنم. سپاس. خیبر بهت وقت میدم. اجازه بده شاه و مریر هم بشنویم. من بهت وقت میدم خیبر. بله، ابتدا مغالطه حمله به شخص صورت گرفت توسط ایشون صرف نظر میکنم. اما دوست من حق با شماست. سن ازدواج در قرآن وجود نداره. در اسلام سن ازدواج به هیچ وجه وجود نداره. چرا؟ چون شما میتونید بر اساس قرآن، بر اساس اسلام با دختر 6 ماه هم ازدواج کنید. شما اگه به عالمان اسلام، به محققین اسلام باور دارید، خیلی خوب، ابن کثیر اگه سنی هستین ابن کثیر، اگه شیعه هستین من محققین شیعه بر شما نام میبرم. شما گفتین که حنفی میگه 18 سال، به هیچ وجه اینطور نیست. شأن نزول آیه یک بار دیگه میخونم شاید شما نشنیدید. ابی بن کعب گوید معاذ از رسول خدا سوال کرد که عده زنان در سوره بقره واضح گردیده، بنابراین عده زنانی که حیض نمیشوند و نیز دخترانی که کوچک بوده و حیض نمیگردند و نیز عده زنان باردار و حامل چقدر خواهد بود که سپس این آیه نازل گردید. دوباره تکرار میکنم، و نیز دخترانی که کوچک بوده و حیض نمیگردند. چه دخترانی کوچک از سر حیض نمیگردند دوست عزیز؟ دخترانی که هنوز به سن عادت ماهیانشون نرسیدند. کاملا مشخص. من نمیدونم چرا دوستان سعی میکنن چشمان خودشون رو، گوشای خودشون رو ببندن. حتی در اسلام برای دختر باکره شما اگه سکوت کرد دختر باکره میتونین ازدواج کنین باش. پیامبر گفته، صحیح بخاری صحیح مسلم نوشته شده در این دوتا بوک، در این دوتا کتاب، که دختری که سکوت کنه نشانه اجازشه. تمام شد رفت، دلیل نداره شما بیاین دفاع کنید. و فکر میکنم پویا جان بحث رو تموم کردن، نیازی به بحث اضافه بنده هم نمیبینم. میخواستم تو این 3 مورد رو اعلام کنم که ممکن بود دوستان در آدینس به مشکل بر بخورن یا نیاز به رفرنس داشته باشن. و هر کس که رفرنس هایی که من در این برنامه و همه دوستان مدیریتور اعلام میکنن، ما موظف هستیم که
رفرنسش رو بیان کنیم برای شما. هر کی از دوستان که میخواد به من بک چنل پیام بدن، من براشون میفرستم، خودشون هم میتونن مطالعه کنن. و علیکم سلام و رحمت شیطان. جانم پویا جان، کامنت کوتاه داری؟ میخواستم بگوی مجید جان که من به لینکی که صدا را پخش کردم مالا در بالا پین میکنم، دوستان میتونن دوباره بشنم اگر خواست. بله حتما، من فکر میکنم شباهت صدا به شکلی بود که جای شکی باقی نگذاشت که بخواد بگه صدای کس دیگه بوده، ولی حتما حق دفاع هست برای خیبر. بعد از موری به خیبر برمیگردم. موری جان در خدمت شما. نه من حرفی ندارم، من فقط میخواستم به همون نکته ای که پویا جان لطف کرد، چون من حضور ذهن داشتم، این دوست عزیزمون در اتاقی گفته بودن که حاضرم با دختر 6 ساله هم ازدواج میکنم. خب دیگه حرفی باقی نمیمونه، هیچ صحبتی نیست در اندیشه انسانی، یک همچین چیزی نمیگنجه. سپاس. نمیدونم بگم جای خوشبختی هست که میشه صدا رو ضبط کرد و این در واقع واقعیت به وقوع پیوسته که ما میتونیم صدا رو در هر کلابی ضبط بکنیم و ازش استفاده بکنیم، بحثای آموزنده داشته باشه، یا بگم جای تأسف هست که ما به این شکل حضور پیدا میکنیم و نظراتی رو برخلاف قوانین حقوق بشری قرن 21 به زبان میاریم. این طرز تفکر جرم هست در کشورهایی که قوانین رو اجرا میکنن برای کودکان. موری جان مایک میزنی؟ بله من فقط من یه نکته هم اضافه کنم که دوستان عزیز سنی یه مقداری به خودشون پروبال ندن که فکر کنم بله این موضوع ازدواج با کودک صغیره حتی در اون گهواره که شیرخوار باشه فقط در بین دوستان عزیز شیعه وجود داره، خیر این گونه نیست، در بین اهل سنت هم این موضوع وجود داره و افرادی همچون ابن حجر عسقلانی، افرادی همچون شوکانی، افرادی همچون ابن عمر جاوی به این موضوع اشاره کردن که اگر نیاز باشه من در این موارد ریستر خواهم شد و جزئی تر به این موارد خواهم پرداخت. خیلی ممنونم. خیبر، اوایل صحبتات گفتی که این بحث برداشت‌های ما از قرآن و احادیث رو برداشت‌های شخصی می‌دونی و اینها چیزایی است که توی ما به وجود اومده و فهمی داریم که خودمون خواستیم. آیا این صدایی که پخش شد رو اولندش که قبول داری و دومندش تو از کجا آوردی این فهمی رو که داری میگی با دختر 6 ساله میتونی ازدواج بکنی؟ 2 دقیقه وقت. بله من در اون بحث بیشتر بالای از این مسئله تاکید کردم که شما اقلیم جغرافیایی را شما باید اول مد نظر داشته باشین. جایی که قانون گذاری کسی میای قانون ایجاد میکنه، قانون تدوین میکنه یا قانون گذار به اصطلاح، شرایط عینی و واقعی جامعه را مد نظر میگیره. قوانین مدنی زمانی که در یک جامعه ایجاد میشه در اونجا میبینن که آب و هوا خود طبیعتاً بالای سطح رشد یا عزیز من پوزش میخوام که قطعت میکنم، من واقعا یک همچین عادتی ندارم، اما میخوام ازت یک سوال بپرسم و بعد پاسخت رو پیرامون این پرسش هم بشنوم. آیا دستورات الله با توجه به زمان به نوعی نازل شده از 7 آسمان برای ما، یا خیر این دستوراتی که نازل شده برای تمامی اعصاره؟ من سپاسگزار میشم اگر این پاسخ رو هم در شرح خودت داشته باشی. این بحث، ببینید ما اینجا بحث میتافیزیک نمی کنیم، بحث ما این نیست که آیا دین وجه آسمانی داره، واقعا از آسمان ها نازل شده، تا چه اندازه این مسئله از لحاظ علمی میتونه به اثبات برسه و تا چه اندازه این مسئله دقیق است. بحث ما این بحث نیست. ما بالای یک مسئله عینی که وجود داره به عنوان دین بالای از این مسئله بحث میکنیم. من در این مسائل امروز شما هم نظر هستم که احتمالا شاید داستانهای طفلانه ای را ما و شما بهش اعتقاد نداریم که در اینجا چیز باشه، پرنده باشه، بال داشته باشه و از آسمان ها نازل شده باشه. او در نه من در مورد داستان ها خیبر عزیز در مورد داستان ها نپرسیدم، در مورد دستوراتی پرسیدم که خدایی به نام الله
حالا چه از هفت آسمان چه از هر جای دیگری، این دستورات رو برای ما انسان‌ها بر روی زمین به قول دوستان عزیز مسلمان نازل کرده. آیا شما معتقدید که این دستورها برای یک زمان خاص نازل شده یا خیر برای تمامی اعصار؟ خب تحول پذیری امزاد قوانین است و قوانین. خب سپاسگزارم خیبر عزیز، لطف کنید در ادامه گفته هاتون شما 2 دقیقه‌ای که وقت دارید از همین الان شروع میشه، 30 ثانیه هم اضافه برای این که یک آیه، فقط و فقط یک آیه بیاورید که نشان بده دستورات جناب الله برای یک زمان مشخص بوده. خب مسئله ایست که من خب اهل دین نیستم، من کار دین نیست که من با شما آیت حدیث نقل قول بکنم. بحث خب بس پوزش میخوام 2 دقیقه خودتون رو از الان شروع بکنید و ادامه بدید. 2 دقیقه فرصت دارید که صبح. خب درست است، من میخوایم معرفای خود را با شما به شکل شریک بسازم. پیشتر دوست ما او سامده که نشر کردن، ما درست است که بحث به این شکل مطرح کردیم. اگر شما باشین در یک جامعه زندگی بکنین که در اونجا آب و هوا گرم باشه، اقلیم درجه حرارت بلندتر باشه، شما احتمالا در سن 12 سالگی به بلوغ برسین. شما سن 12 سالگی وقتی که به بلوغ برسین، خود طبیعتا شما میل پیدا میکنین، تمایل پیدا میکنین که برین به سمت ازدواج. شما به عنوان یک پسر در شبه جزیره و دوران شبه جزیره عرب اگر میبودین، خود طبیعتا شما ناگزیر بودین که ازدواج میکردین یا میگذاشتین، که او زمان از لحاظ قوانین هم به این اندازه پیشرفت ها صورت نگرفته بود که سن ازدواج مشخصا باید تثبیت شود و تدفین شود. من فکر میکنم جدا از ما هر انسان دیگر هم در یک شرایط و در قسم یک بستر قرار میگرفتن، طبیعتا دست به ازدواج زود هنگام میزدن. در این سن 18 خب بدتر، من بیشتر هم با شما عرض کردم در قرن 3 و 4 و 5 است که به مرور زمان تثبیت میشه. او زمانایی که بحث ها مطرح نبود و از لحاظ فکری و علمی جامعه به او اندازه به مرحله پیشرفته تر نرسیده بودن، خود طبیعتا مروج بود که آثار بلوغ انسان ها می آمدن در دختر و پسر ملاحظه می کردن، که اگر آثار بلوغ درشان برایت رسیده بود بعد اجازه ازدواج یا علاقه به ازدواج پیدا می کردن. برای تشکر از شما دوست. سپاس که وقت و مدیریت میکنی خیبر جان. مایکت رو ببند لطفا. من واقعا نمیفهمم صحبت شما رو. یعنی میفرمایید اگر دختری در قطب شمال زندگی کنه با این شرایطی که شما میفرمایید گرمای هوا تاثیر میذاره، بعد یه چیزی حدود 60-70 سالگی به بلوغ برسه، چون اونجا منفی 30-40 درجه است همیشه. عزیزم خواهش میکنم یا علمی صحبت بکن یا علمی صحبت نکن. یعنی صحبتایی که شما میکنی قابل دفاع نیست. هر چقدر میخوام به عنوان یک آدم بیطرف اینجا مدیریت بکنم، ولی حتما باید یک کامنتی بذارم روی صحبتهای شما. اول شاه مایک زد، بعد پویا و بعد بانو سوان. شاه خواهش میکنم. بله، از اونجا که میدونم دوستمون نمیتونه رفرنس علمی بده، چون وجود نداره هیچ رفرنس معتبر علمی که ثابت کنه گرمای هوا باعث به بلوغ رسیدن زودتر میشه در بین زنان، اما علمو میذارم کنار، درش هم میبندم. دوست عزیز، شما یک مورد برای من میتونید مثال بیارین از زمان پیامبر که پسری در سن عایشه ازدواج کرده؟ اگه گرمای هوا بر بلوغ انسان ها تأثیر میذاره، بر مردها و زنان به یک اندازه باید تأثیر بذاره. چطوری که فقط بر عایشه تأثیر گذاشته، بر زنان تأثیر میذاره، چطور بر مردان تأثیر نمیذاره؟ دوست عزیز سخنم همین بود. مجید جان سپاس. بله ممنون که کوتاه جواب میدید، چون دوست دارم واقعا بحث بچرخه. دوستان غیر مادرتور هم مایک میزنن، دوست دارم اونها هم صحبت بکنن. پویا جان بفرمید. صحبت های مره مجید جان شا کرد، اجازه بله با سوان بفرمید. خیبر خیبر خیبر، چه مستعصلانه و درمانده داری سعی میکنی که از اسلام دفاع کنی، تمام اخلاق رو داری زیر پا میذاری به عنوان یک مرد. حالا من میخوام یه متنی رو که خیبر برای یکی از دوستان فرستاده، از دوستان من، براتون بخونم، ببینید که ایشون چی گفتن در رابطه با هویتشون.
ایشون نوشتن به این دوست ما که بهشون اعتراض کردن دفعه پیش چرا این صحبت رو میکنید که با دختر 6 سال ازدواج میکنید. ایشون نوشتن اسلام هویت من است. ما نباید هویت خود را تخریب کنیم. نسل امروز اروپا اسلام را دوست دارد. تنفر شما از اسلام را من نمیدانم که از کجا ریشه گرفته است. شما میتوانید یک مسلمان باشید اما حجاب را رعایت نکنید. مشروب بنوشید و رقص کنید اما مسلمان باشید. این اعمال با اسلام هیچ تناقضی ندارد. من شراب می نوشم و سکس هم می کنم ولی مسلمان بودنم را انکار نمی کنم و از هویت خود دفاع می کنم و به آن اگر افتخار نکنم از آن منکر نمی شدم. من می خوام بهت بگم خیبر جان، تو اصلا هویت تو گم کردی، چون یکی از چیزهایی که با اسلام به هیچ شکلی مطابقت نداره بی‌حجابیه. دومی که شراب خوردن تو بهشت داره، اگر مردی رفتی اونجا بخور، ولی این دنیا نمیتونی بخوری. سوم سکس کردن. پسرم سکس کردن یکی از کثیف‌ترین چیزهایی که در اسلام باهاش، یعنی اسلام باهاش مخالفت کرده. خب برای دختر و برای پسرا، من برای امثال شما و امثالش دو شما و دخترهایی که خودم دیدم تو امریکا، من دخترهایی رو دیدم که بی حجابن، بویفرند دارن، با اینا زندگی میکنن، یعنی شب با اینا ارتباط جنسی دارن، اولین بویفرندشون هم نیست، شاید 10 تا عوض کردن، هنوزم میگه من مسلمونم، روزه میگیره. هم افغان دیدم و هم ایرانی. این خیلی بدبختی، یعنی اصلا شما راهتون رو تو زندگی گم کردید، معلوم نیست کجا دارید میرید. هویت خودتون رو به عنوان یک ایرانی یا یک افغانستانی یا یک شهروند ایران شهر کاملا گم کردید به خاطر اسلامی که نمیفهمید چی هست. پا روی اخلاق میذارید، خودتون رو مثل یک آدمی گیج و گول و نادان به مردم عرضه میکنید و آبروی خودتون رو میبرید. لااقل اسلامتون رو بشناسید. اصلا مهم نیست که شما به عنوان یک ایرانی یا به عنوان یک شخص از ایران شهر افغانستانی نمیدونید ریشتون چی هست، اون اصلا مهم نیست، ولی اسلامو بخونید. حرفایی که میزنید یه خورده بذارید منطقی باشه. خودتون رو مسخره نکنید، مردم به شما میخندن، به شما و شماها. مثل اون دختری که من گفتم توی اون اتاق با 1000 با 100 من آرایش اومده، میگه به اسلام من چیزی نگید. آخه اون که به بهش نمیره، تو هم که به بهش نمیری عزیزم، تو هم به بهش نمیری. اون حوریایی که فکر میکنی اونجا منتظر تو هن، منتظر تو نیستن. اگر بهشتی باشه، اون یه کسی میره بهش که اینجا سکس نکرده باشه، کارهای کثیف نکرده باشه، مشروب نخورده باشه. شما همشو کردی، شما به بهش نمیری. تازه باید یه چند نفری هم کشته باشی که بری به بهشت. ممنونم. سپاس بانو، خیلی ممنونم. خیبر، میخوام سریع ازت بگذرم برای اینکه دوستان دیگه خیلی منتظر موندن. آیا اون متن رو شما نوشتی، تاییدش میکنی که به این شکل هست هویت دینی شما؟ بله 100% من تایید میکنم. یکی از دوستا به من پیام روان کرده بودن، فکر میکنم خانم شادی بودن اگر من نامشان اشتباه نخونده باشم. بعد من در جواب که اونا موضوعی را که مطرح کرده بودن، من این بحث هویتی را مطرح کردم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم که تایید کردی. دین تو رو اگر اجازه بدن دوستان دیگه، من اسمشو میذارم هفتا بیجار. یه ترشیه، توش مخلوطهای مختلفی هست. من یک روشنگر دینی هستم. نه عزیزم، این روشنگری نیست. شما اسمتو فقط مسلمون نذار، هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، یعنی اصلا این قابل دفاع نیست. من بر اساس واقعیت‌های قرن 21 از دین تفسیر رایم. خیلی هم خوب، هر جور دوست داری زندگی بکن، فقط از دین اسلام دفاع نکن، چون آبروی اسلام رو هم تو بردی برادر من. خیلی ممنون که در جمع ما بودی، با احترام سخن گفتی، با احترام سخن گفتیم بهت، ولی واقعا نمیتونم چیز دیگه ای عرض بکنم. آقا اجازه هست من یه جمله بگم؟ به به، جناب آموزگار عزیزم مصطفی، عزیز دوست داشتنی، اگر کوتاه هست آقای مصطفی، بله، ولی چون دوستان دیگه قبل از خیبر، ای آقا خیبر، من به نوشتش و به حرفاش دقت کردم. ای از زمره انسان‌هایی، اگه خدایی باشه
میخواست سر خدای هم کلا بذاره. یعنی حمید عجب فکایتیه، سر خدای هم یه آدم میخواد کلا بذاره. سپاسگزارم. سپاس، قدم به چشم ما گذاشتی آموزگار عزیزم، خوش آمد میگم بهت. آقای فردین نوبت شما هست، 3 دقیقه وقت داری برادر. بله، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان فرهیخته. چون فرمودید یه نفر اونجا مودریتور بوده بیاد صحبت کنه، من احساس کردم که شاید منظورتون منه. بودی مودریتور فرد اینجا؟ مودریتور بودم اونجا. بله بله، من دوستانم روانشناسا به واسطه همکاری تیم کردند، بعد من وارد روم شدم. به محض اینکه وارد روم شدم باز منو دعوت کردن بالا، و به محض اینکه اومدم بالا من رو مودریتور کردن. من زمانی وارد روم شدم که جناب موری شروع کرد به صحبت کردن. تایتل روم این بود که یک خبری بود که توی روزنامه چاپ شده بود امروز، اینکه طلاق به دهه 90 ها رسیده. یعنی اینکه مرکز آمار ایران اعلام کرده تعدادی از دخترانی که الان اومدن برای طلاق سنشون به 10 سال میرسه. بعد این خب خبر هم تو روزنامه ایران چاپ شده بود، هم خبر از منبع رسمی بود. جناب موری اومدن به مرکز به منشأ موضوع پرداختن که چرا این فاجعه داره تو کشور ایران رخ میده. صحبتشون رو با منابع و مآخذ آغاز کردن تحت تایتل روم، اما یک جناب روحانی آخوندی اونجا بود اعتراض کرد که ضد اسلام صحبت نکنید و فرمود که عایشه 22 ساله بود و یه چیزهایی گفتش که حیرت انگیز بود. باز جناب موری با اسناد کافی، ذکر تعداد زیادی از منابع که من خودم هم حیرت کردم، هم جذاب بود برام که این همه منبع و رفرنس رو چقدر دقیق و به موقع ارائه دادند. و بعدش آقای حقوقدانی اعتراض کردند و که این موضوع غیر قانونیه بهش نپردازید. بعدش یه خانومی اومده اعتراض کرد که این صحبتاری که شما میکنید تهدیدیه برای بقیه و باید تحت قانون صحبت کنی. به هر حال متوجه نشدم آقای موری از روم رفت یا ریمووش کردن. من اونجا تو این زمان مودریتور بودم ولی هنوز صحبت نکرده بودم. بک چنل گفتم که بله اینجا من متوجه صحبتت شدم. برای دوستانی که شاید زیاد آشنایی ندارن با کلاب هاوس عرض میکنم که وقتی شما کسی رو پینگ میکنید، این احتمال که روی استیج قرار بگیره به شکل مستقیم هست و من صحبت شما رو تایید میکنم. پس شما اونجا قرار گرفتید به شکلی که در واقع ناخواسته بود و اون صحبتهایی که در اون روم شد نظر شخصی شما نیست. خیلی هم ممنون که اینجا اومدی. ولی من میخوام یه نکته رو عرض کنم. ولی در مورد تاپیک الان بهت میخوام بگم که 1.5 دقیقه دیگه نظر شخصیت رو. بله چشم. من میخوام اینو بگم که ما متاسفانه توی ایران و فکر میکنم افغانستان به همین ترتیب دچار بحران هایی هستیم که کارشناسان اون تو رشته های مختلف میخوان بهش بپردازن اما به منشأش جرئت نمیکنن نزدیک بشن، به علتش جرئت نمیکنن بپردازن. من وقتی میرم توی روم روانشناسی به عنوان کسی که تو این رشته تحصیل کرده، بعد میبینم یه خانم 50 ساله اومده میگه من تو عمرم تا حالا دوست پسر نداشتم، تجربه سکس نداشتم، آیا میتونم با کسی دوست بشم، باش رابطه بگیرم؟ بعد یه کارشناس به خاطر منافع شخصیش، به خاطر موقعیت اجتماعیش میاد میگه نه منتظر باش برات خواستگار بیاد. خب ترجیح میدم تو این روم اصلا حضور نداشته باشم. اونجا هم گفتم به خاطر اینکه بارها هی پین کردن رفتم. و میخوام این نکته رو عرض کنم که امروز پول ترکیه سقوط کرد و مردم ریختن تظاهرات کردن، اما تو کشور ما هر روز این اتفاق میفته، هیچ کس تظاهرات نمیکنه. دوستان عزیز سپاسگزاری میکنم از تک تک شما که تا این لحظه با ما بودیم. قسمت اولی برنامه ما داره اینجا به پایان میرسه و قسمت دومی برنامه هم لینکش در همین ویدیو زمیمه شده، میتونین بخش دوم را ببینین. سپاس از وقت گرانبهایتان. تا برنامه دیگر، بدرود عزیزان.